شفاخانه های نوار غزه با کاهش تجهیزات صحی برای درمان زخمی ها روبرواند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، انتظار می رود جنگ که تا اکنون بیش از 2200 کشته از دو طرف و جای مانده است تجدید شود. عمله آخر هفته که حماس آن را عمله تلافی جویانه به خاطر بدتر شدن شرایط برای فلسطینی های تحت اشغال اسرائیل خوانده است، عزم اسرائیل را برای سرکوب این گروه که کنترل غزه را در دست دارد شدت بخشید. اردوی اسرائیل میگوید که از زمان حمله روز شنبه حماس بیش از 1200 نفر از جمله 155 سرباز در اسرائیل کشته شدند. در غزه به گفته وزارت صحت بیش از 1050 نفر کشته و بیش از 5100 تن دیگر زخمی شدند. اداره پناهندگان فلسطینی در سازمان ملل متحد میگوید که 250,000 نفر از غزه آواره شدند. با آغاز جنگ میان دو طرف شمار از کشورها اتباعشان را از اسرائیل خارج کردند. بیمان می رود که دامنه این جنگ به سوریه و لبنان هم کشانده خواهد شد. گروه جهاد اسلامی فلسطینی ها و جنبش آزادی فلسطین ناوقت دیروز در قاهره به وزرای خارجه کشورهای عربی گفتند که کشورهای عربی باید از فلسطینی ها حمایت کنند و در این زمینه باید موقف قاطع را اختیار کنند.